با سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید سرجدین میردامادی پس از شش ماه بازداشت در بند دو عرف زندان اوین به اندرزگاه هشت این زندان که محل نگهداری زندانیان مالی است منتقل شد این روزنامهنگار و فعال اصلاح طلب که از اردی بهش ماه گذشته در زندان است بر خلاف نامه‌ای که سازمان زندانها را ملزم به طبق بندی زندانیان می کند به جای بند زندانیان سیاسی به بند زندانیان مالی منتقل شده است سراجلدین میردامادی که فعال سیاسی و عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است بلافاصله پس از بازگشت به ایران در مرداد ماه 92 با توقیف گذرنامه و پرونده سازی امنیتی روبرو و در مرداد 93 از سوی قاضی سلواتی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد این روزنامه نگار در حالی به علت فعالیت های روزنامه نگاری خود به حبس محکوم شد که پیش از این حسن روحانی وجود هر گونه روزنامه نگار زندانی در زندانهای ایران را انکار کرده بود محمد حسین کروبی در توضیح وضعیت مهدی کروبی به خبرگزاری ایلنا گفته است که وضعیت ایشان نسبت به گذشته تغییری نکرده است و اخبار از طریق چند روزنامه معدود مانند روزنامه جام جم به ایشان میرسد و اخبار اسید پاشی را از طریق همین روزنامه خوانده که با صدور پیامی از این موضوع ابراز تأسف کرد محمد حسین کروبی افسوده هنوز انتظار ما نسبت به رفع مشکلات و بهبود شرایط عملی نشده است وی تاکید کرده که خواست پدرش رسیدگی به اتهاماتش در دادگاهی علنی است در همین راستا محمد رضا عارف هم گفته است که موضوع هست استخوان لای زخم است و موضوع رفع هست باید با محوریت دولت و شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور در رأس آن قرار دارد حل شود یک سایت محافظه کار خبر داده محتوای نابه اوبا... نامه اوباما به دستور آقای خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی و برخی نهادهای حکومتی بررسی و سوی دولت پاسخ داده شده است از جزئیات پاسخ مفصل دولت یازدهم به نامه رئیس جمهوری آمریکا اطلاعاتی منتشر نشده است علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه گفت نام نگاری اوباما با مقام های ایرانی سابقه ای چند ساله دارد و ایران هم به برخی از این نامه ها پاسخ داده است روزنامه وارستریت جورنال نخستین روزنامه ای بود که چندی پیش از نامه اوباما به خامنه ای خبر داد این نامه ها در حالی رد و بدل می شود که علاوه بر مذاکرات بر سر برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در سالهای گذشته مذاکرات محرمانی با یکدیگر داشتند نادر قاضیپور نماینده مجلس از وجود فساد و رانت در خرید قطعات بیکیفیت چینی از سوی ایران خبر داده و گفته است که هدیه نقش مهمی در این معاملات ایفا می کند و ای از نهادهای بازرسی در ایران خواسته به پرونده واردات قطعات بیکیفیت خود رو که از چین وارد شده رسیدگی و مانع ادامه آن شود این نماینده مجلس از تحریم های بین المللی و هزینه کم تولید قطعات خودرو به عنوان دو عامل مهم دیگر واردات خودروها و قطعات یدکی بیکیفیت از چین اشاره کرده است واردات کالاهای بیکیفیت چینی، هندی و پاکستانی با افزایش تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی در سه سال گذشته افزایش بی سابقه داشته است در ادامه اظهار نظرها پیرامون مذاکرات هسته‌ای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفت هنوز سوال‌های کلیدی باقی ماندند که باید حل و فصل شوند در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که بعید از ایران و پنج به علاوه یک بتوانند تا سوم آذر به توافقی نهایی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یابند از سوی دیگر رئیس دفتر رئیس جمهور هم میگوید در صورت عدم توافق اقتصاد ایران متضرر نمی شود. محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی درباره آخرین اخبار مذاکرات ای گفته است هنوز زود است که در مورد نتیجه مراحل طولانی مذاکرات قضاوت کنیم و تا روز آخر هیچ کس نمیتواند در این باره ارزیابی داشته باشد که محصول نهایی مذاکرات چه خواهد بود اما نکته بسیار مهم این است که ایران در این مسیر طولانی اتمام حجت کرد نهاوندیان مدعی شده اتفاق مهمی که در طول یک سال افتاد این بود که علیرغم اینکه تحریم ها برطرف نشده اما اقتصاد ایران ثابت کرد که در عمل درجه آسیب پذیری خود را کاهش داده است در اظهار نظر دیگر علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مذاکرات ایران و آمریکا در امان را جدی چالشی و تلخ اعلام کرده و گفته توافق نهایی هسته ای باید به تصویب مجلس برسد آقای بروجردی گفته تیم مذاکره کننده ایران از خطوط قرمز نظام عبور نکرده و سرنوشت پرونده هسته ای در شورای امنیت ملی رقم خواهد خورد مهدی کوچکزاده دیگر نماینده مجلس هم گفته کسی نمیتواند به اسم برنامه اقدام مشترک از خطوط قرمز عبور کند و هر کس چنین کاری را انجام دهد خیانت کرده و از مسئولیتش ازل خواهد شد کوچکزاده در این حال افسوده کمیسیون امنیت ملی مجلس از جزئیات مذاکرات هسته بی اطلاع است اما با این وجود این مجلس خواهد بود که باید هر توافق هسته را به تصویب برساند در همین راستا سازمان بسیج دانشجویی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دفتر تحکیم وحدت و جنبش عدالتخواه دانشجویی ستاد پیگیری انتظارات ملت از مذاکرات هسته ای راه اندازی کردند واکنش های بین المللی به مذاکرات هسته همچنان ادامه دارد دوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با ابراز امیدواری درباره توافق نهایی هسته ای با ایران تا ضرب سوم آذرماه گفته هنوز سوال های کلیدی باقی ماندند که باید حل و فصل شوند و فکر می کنم تنها در 24 نوامبر باشد که بتوان شرایط را ارزیابی کرد این اظهارات در حالی بیان می شود که روسیه گفته است آنچه از ضرب مهمتر است یک توافق واقعی است الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در عین حال یادآور شده احتمال رسیدن به توافق نهایی تا روز سوم آذر هنوز به طور کامل منتفی نشده است در رویدادی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده بعید است ایران و گروه پنج به علاوه یک بتوانند تا سوم آذر به توافقی نهایی درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی دست یابند رویترز به نقل از این منابع گزارش داده ایران و قدرت جهانی احتمالاً به توافق موقت جدیدی خواهند رسید که بر مبنای آن هم از فشار تحریم ها علیه تهران کاسته خواهد شد و هم گفتگوها برای رسیدن به توافق جامع همچنان ادامه خواهد داشت. یک مقام رسمی غربی نیز به این خبرگزاری گفته است ما می توانیم روز موارد یک تفاهم کلی را تا سوم آذر مشاهده کنیم اما احتمالاً نمی توانیم به خود این تفاهم دست یابیم. این در حالی است که دو سناتور ارشد ایالات متحده ای آمریکا در بیانیه خواستار آن شدند تا هر گونه توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران به نابودی کامل این برنامه منجر شود به گزارش خبرگزاری فرانسه رابرت منندنز رئیس کمیته روابط خارجی سنا و مارک کریک سناتور ارشد جمهوریخواه در اطلاعیه مشترکی که منتشر کردند گفتند یک توافق خوب با ایران باید به معنای محدودیت سفت و سخت در مسیر تحقیقات اتمی جمهوری اسلامی و توسعه آن و نیز از بین رفتن تمام ابعاد احتمالی نظامی هسته ایران باشد به گفته این دو سناتور کاهش تدریجی تحریم ها نیز زمانی باید رخ دهد که ایران تمام مفاد توافقنامه را به طور دقیق اجرا کرده باشد همزمان با که با ما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز با ارسال نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد توافق موقت ژنو که در سوم آذر سال 92 میان ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان به دست آمد تا سوم آذر سال جاری تمدید شده و گفتگوهای چند جانبه در این مدت برای رسیدن به توافقی جامع و نهایی بی نتیجه ادامه داشته است. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید که ایالات متحده امکان اعزام نیروی رزمی اندکی را به عراق برای انجام عملیات پیچیدهتر علیه داعش در دست بررسی دارد به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آقای دمپسی در کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا گفت برای ورود به موسل یا بازپس گرفتن مناطق مرزی عراق و سوریه نی نیاز به عملیات نظامی پیچیده تر است و افزوده در مرحله کنونی نمی توصیه کنم نیروهایی که در موسل و در مرز عراق و سوریه هستند نیاز به همراهی نیروهای رزمی آمریکا دارند ولی چنین عملیاتی مطمئنا در دست بررسی است همکنون 1400 نظامی آمریکایی در حال آموزش نیروهای عراقی و نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد در سوریه هستند چک هگل وزیر دفاع نیز در این نشست گفت که نیروهای اعتراف در نبرد با داعش پیشرفت داشتند اما مردم آمریکا باید خود را برای یک نبرد طولانی و مشکل آماده کنند عضو اعتلاف کردستان در پارلمان عراق از اسارت بیش از چهار هزار زن ایزدی در دست تروریست های داعش خبر داد. ویان دخیل نماینده ایزدیها ها در پارلمان عراق در مصاحبه با خبرگزاری فرات نیوز با اعلام این خبر گفت تروریست های داعش از زمان سیطره بر مناطق ایزدی ها در موسل هزاران خانواده ایزدی را آواره کردند و زشترین جنایات را در حق شهروندان بیگنا روا داشتند حمله داعش به سنجار محل اصلی پناه گرفتن ایزدی ها باعث آوارگی هزاران ایزدی شد و بسیاری نیز بدون آب و غذا در بیابانهای اطراف جان خود را از دست دادند داعش با اسارت گرفتن زنان ایزدی بازار برد فروشی در برخی از مناطق تحت تسلط خود ایجاد کرده است دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا جزئیات لایه ای را ارائه کرده که هدف آن مقابله با اقدامات اسلامگرایان تندروی بریتانیایی است که برای جنگیدن به کشورهای سوریه و عراق سفر می کنند. بر اساس این لایحه به پلیس و برخی از افسران اداره مهاجرت اجازه داده می شود تا پاسپورت افرادی را که زن آن می رود برای پیوستن به پیکارجویان گروه دولت اسلامی قصد خروج از بریتانیا را دارند توقیف کنند. گفته شده بر اساس این لایحه از بازگشت بریتانیایی های مزنون به شرکت در عملیات تروریستی به طور موقت جلوگیری می شود به این افراد تنها در صورتی اجازه ورود به بریتانیا داده می شود که قبل از آغاز مراحل پیگرد قانونی تحت نظر پلیس باشند بر این اساس اگر شرکت های هواپیمایی با درخواست های بریتانیا مبنی بر کنترل مسافران و جلوگیری از سوار شدن مزنونان همکاری نکنند جریمه می شوند دیوید کامرون نخستین بار این پیشنهادها را در سپتامبر سال جاری و به عنوان بخشی از لایحه مقابله با تروریسم مطرح کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای فرونشاندن تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شامگاه پنجشنبه مذاکرات سه ای را با بنیامین نتنیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سلطنتی اردن آغاز کرد آقای کری پیش از آن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرده بود بالا گرفتن تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها بیم آغاز انتفاضه جدیدی را پدید آورده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مشاوران خود خواسته است که سیاست های کشورش در قبال سوریه را مورد بازنگری قرار دهند. اوباما به این نتیجه رسیده است که بدون کنارگیری بشار اسد پیروزی بر گروه دولت اسلامی ممکن نیست. در همین حال ابو بکر بغدادی با انتشار یک پیام صوتی هواداران دولت اسلامی را به نبرد مشترک در جهان عرب فراخواند. تیم امنیت ملی باراک اوباما در هفته گذشته چهار نشست داشته که موضوع آنها استراتژی آمریکا در قبال حکومت سوریه بوده است استراتژی متفاوتی که پیروزی بر داعش را تضمین کند خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های بلند پایه آمریکا گزارش داده باراک اوباما احتمالا به این نتیجه رسیده است که پیروزی بر گروه موسوم به دولت اسلامی بدون برکناری بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه ناممکن است مقامی بلند پایه به رویترز گفته باراک اوباما از مشاورانش خواسته که استراتژی واشنگتن در سوریه را با هدف نابودی گروه اسلامی هماهنگ کنند به یکی از این مشاوران آقای اوباما بر این باور است که بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید همزمان با انزوا و تحریم حکومت سوریه مخالفان میان آن را تقویت کرد او گفته است بحران درازمدت سوریه حالا با شکست دادن دولت اسلامی گره خورده است ما نه تنها باید این گروه را در عراق که در سوریه نیز شکست دهیم یک مقام کاخ سفید آمریکا به رویترز گفته است تیم مشاوران امنیت ملی آمریکا در دیدارهای اخیر خود برای تعیین بهترین راههای عملی کردن استراتژی تعیین شده برای پیروزی بر دولت اسلامی در عراق و سوریه چه با استفاده از اقدامات نظامی و چه تدابیر غیر نظامی تلاش می کند. او همچنین تاکید کرده تمرکز اصلی همچنان بر شکست دادن گروه داعش و بیرون راندن آن از عراق خواهد ماند به این مقام امنیت ملی کاخ سفید آمریکا و متحدانش به جنگ با دولت اسلامی در سوریه نیز ادامه خواهند داد در همین حال و چند روز پس از حمله مرگبار آمریکا و متحدانش به کاروان نیروهای داعش و خبر تایید نشده مرگ ابوبکر بغدادی پیامی صوتی از این خلیفه خودخوانده در اینترنت منتشر شد صحت این صدا هنوز رسما تایید نشده اما شباهت آن به پیامهای پیشین بغدادی قابل انکار نیست پیام در یکی از شبکه های اینترنتی رسمی داعش منتشر شده و بیشتر کارشناسان سخنگوی آن را بغدادی تشخیص دادند مدت زمان این پیام 17 دقیقه است و به احتمال زیاد پس از جمعه گذشته ضبط شده است در این روز هفتم نوامبر آمریکا از اعزام 1500 سرباز دیگر به عراق خبر داد بغدادی در سخنان خود به همین موضوع می رهبر داعش با لحنی پیروزمندانه می گوید سلیبی ها شکست می او در ادامه تاکید می کند مجاهدان به پیش می تازند تا به یاری خداوند روم را فتح کنند. ابو بکر بغدادی از کلیه هواداران و وابستگان خود در عربستان سعودی، یمن، مصر و سایر کشورهای عربی می خواهد که دولتهای خود را سرنگون کرده و پیروان ادیان دیگر را حلاک سازند. شمشیرهایتان را بکشید و آتش فشانی بپا کنید. ابو بکر بغدادی به شبکه تروریستی انصار بیت المقدس در مصر و سایر گروههایی هایی نیست که در هفته گذشته با داعش اعلام همبستگی کردند پیام داده است ما دولت اسلامی را در عربستان و یمن و مصر و لیبی و الجزایر نیز گسترش خواهیم داد گروه انصار بیت المقدس دوشنبه هفته پیش سوگند وفاداری و همبستگی با داعش یاد کرد برای همین بسیار محتمل است که پیام صوتی بغدادی در هفته جاری ضبط شده باشد دولت آمریکا روزهای هفتم و هشتم نوامبر حملات سنگینی را علیه مواضع رهبران داعش در عراق انجام داد محافل امنیتی عراق اعلام کرده بودند بغدادی در این حمله یا کشته و یا به شدت مجروح شده است دولت ایالات متحده در این مدت اعلام کرده که هیچ اطلاعی از موقعیت و وضعیت مرگ و زندگی رهبر داعش ندارد پایگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحمید خبر داد که پس از انتصاب رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران امام جمعه اهل سنت زاهدان با ارسال نامه‌ای به وی برخی از انتظارات جامعه اهل سنت کشور اقوام و مذاهب و عموم مردم ایران را مطرح کرده است از جمله آقای عبدالحمید از رئیس جدید صدا و سیما خواسته تا ازان اهل سنت در اوقات شرعی در مناطق سنی نشین پخش شود و این نوشته انتظار می رود در این رسانه بزرگ احترام همه اقوام و مذاهب حفظ و نسبت به فرهنگ اقوام ایرانی و معتقدات مذهبی آنان توهینی صورت نگیرد عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمینخواری سه میلیون از زمین خاری سه میلیون هکتاری خبر داد و گفت وزارت مسکن و شهرسازی گزارش داده که 23 هزار پرونده تخلف عراضی فقط در یک نقطه ایران وجود دارد وی تصریح کرد بر اساس این گزارش 4 میلیون ه... هکتار زمین واگوز... چهار میلیون هکتار زمین واگذار شده که متعلق به شهرهایی مثل تهران و استانهایی است که زمین ارزش زیادی دارد وی افسود از این چهار میلیون یک میلیون هکتار به بخشی به بخش دانشگاه ها، آموزش های عالی، بیمارستان ها، شهرک های صنعتی و مراکز درمانی داده شده ولی سه میلیون هکتار زمین بی حساب و کتاب به افرادی داده شده که معلوم نیست با آن چه می کنند گفته در برخی نقاط کشور کارکنان منابع طبیعی خود چند هکتار باغ ویلا و تشکیلاتی دست و پا کردند بر اساس برخی گزارش ها مدیر عامل مؤسسه سخنگستر دو روزنامه صبح اقتصاد و ایران نیوز انگلیسی را تعطیل کرده است گفته می شود این دو روزنامه به دلیل مشکلات مالی تعدیل شدند به گفته مجید آقازاده مدیر عامل مؤسسه سخنگستر و مدیر مسئول ایران نیوز و صبح اقتصاد با ارسال نامه ای از کارکنان این دو روزنامه اهم از خبرنگار و کارکنان امور اداری و مالی خواسته است تا تصفیه حساب کنند گفته می شود بسیاری از کارکنان این دو روزنامه در سی ماه گذشته حقوق نگرفتند و از هشت ماه پیش تا کنون حق بیمه آنان برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال نشده است خبر تعطیلی این دو روزنامه در حالی منتشر شده است که اغلب روزنامه ایران علاوه بر اینکه دستمزد اندکی می گیرند فاقد قرارداد هستند بعد از مناقشه طولانی دولت عراق و منطقه خودمختار کردستان عراق بر سر بودجه و فروش نفت به یک توافق موقتی رسیدند بر اساس این موافقت نامه که در شهر اربیل امضا شد دولت عراق 500 میلیون دلار در اختیار اقلیم کردستان عراق قرار میداد و در ازای آن کردها روزانه 150 هزار بشک نفت به دولت مرکزی میدهند اختلاف زمانی آغاز شد که مقامات در بغداد بودجه اقلیم کردستان عراق را کاهش دادند و کردها تصمیم گرفتند خود نفت مناطق تحت کنترلشان را از طریق ترکیه صادر کنند سخنگوی اقلیم کردستان عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که هیئتی از کردها به زودی برای دیدار با مقامات ارشد عراقی به بغداد خواهد رفت تا بر سر توافقی جامعتر توافق شود زخایر نفتی کردستان عراق حدود 45 میلیارد بشکه تخمین زده شده است قیمت نفت برند به پایین ترین سطح خود در چهار سال گذشته رسید به رغم وعده های آمریکا و عربستان و سعودی در مورد کاهش تولید نفت خام به نظر می رسد که رکود اقتصاد جهانی تأثیری عمده بر کاهش تقاضا در بازارهای جهانی داشته است بنا به آخرین گزارش‌های رسیده از بازارهای بین‌المللی، بهای هر بشک نفت خام برنت به 77 دلار و 52 سنت رسیده است. این بدین معناست که بهای به نفت بیش از 3 دلار و 60 سنت نزول داشته است. این در حالی است که بهای به نفت آمریکا از این هم پایین تر است. بهای به هر بشک نفت آمریکا در آخر هفته به زیر 75 دلار رسید. آمریکا در هفته نوامبر میزان تولید نفت خود را به 9 ممیز 600 میلیون بشکه در روز رساند که بالاترین حجم تولید برای آمریکا از سال 1980 میلادی محسوب می شود. سیر نزولی بهای نفت که از تابستان 2014 شروع شد اکنون در مقایسه با قیمت نفت در ماه جوان به میزان 30 درصد کاهش داشته است. در حالی که در ماه گذشته بهای نفت سر نزولی را طی کرده همه در انتظار واکنش کشورهای صادرکننده نفت اوپک هستند. قرار است که 166مین اجلاس اوپک در 27 نوامبر برگزار شود. اختلاف میان کشورهای اوپک در زمینه تنظیم سیاست مشترک پیرامون میزان تولید و بهای نفت بر روی قیمت نفت خام بی تاثیر نبوده است. عربستان سعودی و سپس کشورهای ایران و عراق برای جلب مشتریان آسیایی خود، بهای نفت را کاهش دادند. منتقدان کاهش بهای نفت عربستان ایران و عراق را از جمله مقصران نزول قیمت نفت می دانند. به گفته کارشناسان امور مالی و نفتی اعضای اوپک بیش از آنکه بر سر بهای نفت رایزنی کنند سرگرم چانهزنی بر سر میزان سهم خود در اوپک هستند با این حال به نظر می رسد رکود اقتصاد جهانی بر وضعیت چین یکی از بزرگترین مشتریان نفت در آسیا نیز بی تاثیر نبوده و ولع این کشور برای مصرف نفت را کاهش داده است. به نظر کارشناسان اقتصادی شاخص روند رشد در چین کاهشی چشمگیر داشته که در دهه گذشته بی سابقه محسوب می شود. کشورهای عضو اوپک حدود چهل درصد از نفت صادراتی جهان را تمین می کنند. اغلب کارشناسان امور نفتی پیش بینی می که بهای نفت تا پایان سال جاری میلادی دستخوش تحولی اساسی نخواهد شد. کشورهای عضو اوپک از جمله ایران که اقتصادشان به شدت به فروش نفت وابسته است، از این راهگذر های جدی خواهند دید. وضعیت ایران در این میان ویژه است نه تنها نفت مهمترین منبع درآمد ارزی ایران به حساب میآید، بلکه تحریم های مالی و تحریم فرآورده نفتی به دلیل مناقشه هستی اقتصاد ایران را با تنگناهای مضاعف مواجه ساخته است ایران به دلیل تحریم ها قادر به فروش نفت خود نبوده و میزان صادرات نفت ایران در سال گذشته به شدت محدود شده بود در بودجه 93 ایران که به شدت به بهای نفت وابسته است بهای هر بشک نفت خام حدود 100 دلار برآورد شده است مقام های ایرانی از پیش بینی بهای 80 تا 85 دلار برای هر بشک نفت در بودجه سال آینده خبر دادند سیزدهم آبان ماه غلام مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران پیش بینی کرده بود که به دلیل کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در بودجه دولت برای سال 94 قیمت آن بشکه 80 تا 85 دلار در نظر گرفته شود محمد باقر نوبخت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی دولت ایران بیستم آبان ماه اعلام کرد سه بودجه جداگانهای برای سال 94 تدوین می شود. وی گفته است قیمت فروش نفت ایران در نیمه دوم سال 93 به ازای هر بشک 82 دلار و متوسط قیمت فروش نفت در کل سال 93 به ازای هر بشک 93 دلار پیش بینی شده است در این حال شرکت نفت ایران در آغاز آبان ماه پیشنهاد داده بود بهای نفت برای بودجه بین 70 تا 75 دلار در نظر گرفته شود بهای نفت در بودجه مصوبه سال 93 100 دلار برای هر بشکه پیش بینی شده بود وزیر کشور میگوید بیش از 98 درصد مردم ایران در حوزه مواد مخدر پاک هستند اما چرخش مالی سه میلیارد دلاری در این عرصه موجب فساد، ناامنی و ناهنجاری است و باید با شبکه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر مبارزه شود. عبدالرضا رحمانی فضلی خواستار همکاری قوه قضاییه و دادستان‌ها با وزارت کشور برای شناسایی شبکه‌های توزیع مواد مخدر شد. ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی ایران آمار رسمی افراد معتاد در کشور را در سال جاری حدود دو میلیون نفر اعلام کرده است طبق داده های موجود 55 درصد طلاق ها در ایران ریشه در مواد مخدر دارند و بسیاری از کودک آزاری ها یا خشونت های خانوادگی نیز ناشی از اعتیاد است علی ربیعی وزیر کار و تعاون در دهمین ده اجلاس عمومی شورای عالی استانها گفته است در جامعه رانت محور مسابقه یک شبکه پولدار شدن برپا می شود وی همچنین استفاده از حساب شخصی افراد در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را خط قرمز دانسته و گفته رئیس جمهور نیز بر پرهیز از تجسس در مسائل شخصی افراد تأکید بسیاری داشته است وی گفته است که برای شناسایی خانوارها در بحث یارانها ها قطعا از ابزارهای دیگری استفاده می شود آقای ربی اضافه کرده است در گام اول نیز هفت میلیون شناسایی را در بحث مبارزه با فقر غذایی با موفقیت انجام دادیم و می در آینده از بین رفتن فقر گرسنگی و گرسنگی را به مردم اعلام کنیم خواهر مهدی هاشمی با بیان اینکه اگر دادگاه برادرم غیر علنی است نباید محتوای جلسات در جایی منتشر شود گفت اگر چنین شده باید از آن رسانه شکایت کرد فایزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در حاشیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به این سوال که آیا از رسایی به خاطر انتشار مطالب دادگاه غیرعلنی مهدی هاشمی در روزنامه نه دی شکایت شده است گفت خبری در این مورد ندارم اما برخوردی که با مهدی هاشمی برادرش می شود سیاسی است نتایج یک پژوهش مشخص کرده است که 76 درصد دختران دانش آموز در سراسر ایران دچار کمبود ویتامین د هستند با توجه به این پژوهش قرار شده است که در برخی استانهای کشور طرح توزیع قرص ویتامین د اجرا شود یکی از پیامدهای کمبود ویتامین د افسردگی است خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از اجرای طرح مکمل یاری با ویتامین دی در مدارس دخترانه جنوب خوزستان خبر داد. معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان اعلام کرده که این طرح پس از مطالعه پژوهشی در وضعیت ریزم و های ایران در سال 1391 و پس از آنکه مشخص شد که 76 درصد دختران دانش آموز کشور مبتلا به کمبود ویتامین D هستند اجرا می شود. شهرام ترحمی در گفتگو با ایرنا اعلام کرد که بر اساس طرح مزبور به مدت 8 ماه ماهانه یک عدد قرص ویتامین دی به دانش آموزان شهرستان های زیر پوشش خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی آبادان داده می شود. به گفته وی این طرح از عواسط آبان ماه در تمام مدارس دخترانی مقطع متوسطه دوره اول و دوم توسط واحد بهبود تغذیه و با همکاری اداره های آموزش و پرورش شهرستان تابعه اجرا شده است. همزمان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از اجرای همین ته در دبیرستانهای دخترانه کرمانشاه خبر داد. به گفته کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت استان کرمانشاه در این ته که از اوایل آبان ماه اجرایی شده هر دانش آموز مقطع متوسطه تعداد نه عدد قرص ویتامین دی دریافت می کند که باید ظرف مدت نه ماه آنها را استفاده کند. هفته گذشته نیز خبرگزاری ایرنا خبر داد که 75 درصد زنان استان ایلام دچار کمبود ویتامین دی هستند. به گفته کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ماهانه یک عدد قرص ویتامین دی در بین دختران دانش آموز این استان توضیح می شود. فرید محمدزاده همچنین گفته قرار است در مدارس مناطقی که با کمبود این ویتامین مواجهند، شیر غنی شده با ویتامین دی توضیح شود. به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام آمار کارشناس مسئول شیر مدارس استان ایلام، دانش آموزان این استان جزو مناطق دوم از نظر کمبود ویتامین دی هستند و میزان کمبود ویتامین دی در آنان 35 درصد است. بر اساس تحقیقی که یک گروه دانشگاهی در سال 2009 انجام دادند کمبود ویتامین دی در میان دختران تهرانی 53 ممیز 6 درصد و در میان پسران 11 ممیز 3 درصد است. این گروه با توجه به اینکه کمبود ویتامین دی در دختران نزدیک به 5 برابر پسران است کمبود جذب آفتاب در دختران را علت این امر دانسته است. پژوهشی که در سال 2011 در شهر اصفهان انجام گرفت نیز نتایج مشابهی داشت. بر اساس این تحقیق شیوع کمبود ویتامین دی در میان جمعیت بزرگ سال اسفهان 26 ممیز 9 درصد است و این میزان در میان زنان به طور مشهودی بالاتر است. محققان این تحقیق نتیجه گرفتند که این امر به دلیل محدودیت جذب آفتاب به خاطر قوانین مربوط به پوشش زنان است. بالا بودن آمار بیماری ام در اصفهان که یکی از دلایل آن کمبود ویتامین دی است نیز می تواند معلول همین امر باشد. آمار مبتلایان به ام در اصفهان در سال 2007 حدود 3 نفر در هر 100 هزار نفر بود. ولی در سال 2011 به بیش از 43 نفر رسیده است. یکی دیگر از پیامدهای کمبود ویتامین D افسردگی است. اخیرا انجمن روانشناسی ایران اعلام کرد که شیوع افسردگی در زنان ایرانی سه تا چهار برابر مردان است. هرچند افسردگی به عوامل متعدد فیزیولوژیک و روحی بستگی دارد اما کمبود ویتامین دی که در زنان ایرانی بسیار بیشتر از مردان است میتواند یکی از دلایل آن باشد بخش عمده ویتامین دی به وسیله بدن و بر اثر تابش مستقیم نور آفتاب در پوست بدن ساخته می شود. با گذشت 45 روز از کار حکومت جدید در افغانستان آنطور که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری جدید وعده داده بود کابینه جدید معرفی نشد این در حالی است که بر اساس قانون سرپرستی وزارتخانه های افغانستان هیچ فردی نمیتواند بیش از یک ماه در یک وزارتخانه سرپرست باشد اما آقای غنی در نخستین روزهای کاریش تمام وزرای دولت را سرپرست اعلام کرد دولت جدید در افغانستان پس از جنجال های زیاد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نتیجه توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتی زیر عنوان دولت وحدت ملی تشکیل شد اکنون اختلاف بین این دو تیم سبب تأخیر در معرفی کابینه شده است آلن جانسون سیرلیف رئیس جمهور لیبریا اعلام کرد که به دلیل دستاوردهای مقابله با اپیدمی ابولا در این کشور قانون وضعیت استراری را تمدید نمی کند و افسود که مبارزه با این ویروس تا مهار کامل آن ادامه خواهد یافت و مقررات منع رفت آمد شبانه همچنان برقرار خواهد بود در لیبریا ها کنون 2836 نفر به دلیل ابتلا به ابولا جان باختند سازمان بهداشت جهانی شمار قربانیان این ویروس در کل جهان را 5160 نفر اعلام کرده و گفته است روند ابتلا به ابولا در لیبریا و گینه رو به کاهش و در سیرالئون رو به افزایش است با وجود انصراف علی دایی از شکایتش از محمد مایلی کوهن که بر اساس حکم دادگاه به چهار ماه حبس تعذیری و پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود وی همچنان در اوین زندانی است محمد مایری کوهن سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران اصر روز سهشنبه در پی شکایت علی دایی برای سپری کردن دوران محکومیتش به زندان اوین رفته است با توجه به قوانین مجازات اسلامی محکومانی از این دست بعد از اعلام رضایت شاکی خصوصی تنها زمانی آزاد می شوند که از سوی دادگاه برای آنان حکم تخفیف مجازات صادر شود. به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار